اینجا مشهد، شهر دو نامزد شکست خورده، قالیباف و سعید جلیلی. حالا دختر و پسری که در خیابان میرن به همهشان اعلام پیروزی حسن روحانی. اعلام پیروزی حسن روحانی نامزد میانه رو که از حمایت اصلاح طلبان برخوردار بود مردم رو به خیابان کشید. آنها که به انتخابات 4 سال پیش اعتراض داشتند حالا خوشحالند که رأیشان این بار به حساب آمده. این را در شعارهایشان نشان می‌دهند. مثلا در تهران و اصفهان شیراز و رشت. پیروزی روحانی برخلاف انتظار خیلی از تحلیلگران روی داد. تجربه سال 88 باعث شده بود که خیلی ها گمان کنند آیت الله خامنه ای از پیروزی چهره هایی چون سعید جلیلی حمایت می کند. اما به نظر می رسد رأی بالای روحانی و وقایع بعد از انتخابات سال 88 مسئولان جمهوری اسلامی را متقاعد کرد که به پیروزی روحانی تن دهند. هرچه باشد حسن روحانی از چهره های مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی است. او سالها از سوی آیت الله خامنه ای عضو شورای عالی امنیت ملی است و از جمله افراد مورد اعتماد اکبر هاشمی رفسنجانی. با بودن جناب آقای روحانی در صحنه، محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران نیز از جمله حامیان روحانی بود. حسن روحانی 2 هفته پیش تلاش کرد حمایت اصلاح طلبان را جلب کند، آن هم با اظهار نظرهایی درباره موسوی و کروبی. برای اولین بار بنده با آقای مهندس موسوی با این هم اظهار نظر حسن روحانی پیش از انتخابات. انگار می‌دانست از میان نامزدهای تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان منصوب رهبر این بار واقعا اسم نفر پیروز در می‌آید. به صورت مبهم بگویم امسال یعنی سال 92 سال 88 نخواهد شد. حسن روحانی از مرداد ماه با تنفیذ حکم او توسط رهبر و سوگند در مجلس کار خود را به عنوان 7th رئیس جمهوری ایران آغاز خواهد کرد. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.